درود بر هوشیاران عزیز. فرهنگ دعا کردن و درخواست کردن یک فرهنگ کاملا اشتباهیه که توده ها و مردم عادی در واقع اون رو ساختن و موافق نفس خودشون تفسیر کردن. وقتی ما از خدا یک چیزی رو میخوایم، در واقع داریم تمایلات نفسانی خودمون رو میخوایم. در واقع ما عدالت الهی و عدل الهی رو قبول نداریم، دوست داریم باب میل خودمون باشه و همین نفس پروری رو زیاد میکنه. وقتی ما از خدا یه درخواستی داریم، اینجوری نیستش که خدا ابزار در واقع رسیدن به خواستای نفسانی خودمون باشه. ما نمیتونیم خدا رو با قوله چراغ جادو اشتباه بگیریم و بهش فرمان بدیم، بگیم به من سلامتی بده، به من پول بده، این کارو انجام بده، اون کارو انجام بده. خدا به طرح و نظر ما نیاز نداره برای اداره جهان. برعکس، خدا دستور میده و انسان اجرا میکنه. انسان دستور نمیده تا خدا اجرا کنه. خدا تسلیم انسان نیستش که انسان از خدا یه درخواستی داشته باشه. برعکسشه، انسانه که تسلیم خداست. خدا دستور میده و انسان باید اجرا کنه. در فرهنگ دعا به معنی خواستن و درخواست کردن، انگار همه چی برعکس شده. خدا تبدیل به ابزاری شده برای رسیدن به خواستهای خودم. برای همینم از اون درخواست میکنم، میگم پول بده، ماشین بده، این کار کن، اون کار کن، و در واقع دارم برعکس خرد اندیشه حرکت میکنم. حالا دعا به معنای حقیقی و واقعی چیه؟ حالا بخوایم در ادبیات، در متون دینی هم بخوایم صحبت کنیم، از دیدگاه اسلام توی قرآن در مورد دعا دو جا صحبت شده و خیلی همش اهمیت میده. مثلا میگه دعا ستون دینه، عمود دینه، خیلی مهمه. در واقع شما به وسیله دعا به خدا وصل میشی. یه جا میگه ادعونی استجب لکن، یعنی بخواهید مرا تا اجابت کنم شما را. بعضی از مفسرین اشتباه ترجمه میکنن، میگن معنیش اینه بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. نخیر، میگه ادعونی بخواهید مرا، نمیگه ادعون منی یعنی از من بخواید. میگه منو بخواید، منو قبول میکنم. همین، یعنی اگه منو بخواید، من میپذیرم، دعوت شما رو میپذیرم، قبول میکنم. هیچ اشاره‌ای به خواستن، هیچ اشاره‌ای به اینکه از خدای چیز دیگه ای رو بخوایم نداره. میگه فقط خودش رو بخوا. ادعونی استجب لکن، منو بخواید، من هم قبول میکنم. یه جا دیگه در قرآن میگه اجیب و دعوت دعا ازا دعان، یعنی میگه ما به دعوت دعوت کنندگان در واقع پاسخ میدیم. یعنی اگر بازم معنیش با جمله قبلی همونه، یعنی میگه اگر شخصی، اگر فردی منو بخواد، منو دعوت کنه، من هم اجابت میکنم، من هم اونو قبول میکنم. پس در نتیجه مغز دعا خواستن خود خداست، نه خواستن چیزی دیگه ای از خدا. خودشو بخوای. خودشو چگونه بخوای؟ اینجوری نیستش که در واقع فقط یک میل خواستن در ما ایجاد بشه. نه، ما باید با خدا اتصال برقرار کنیم، باید با خدا ارتباط برقرار کنیم. چگونه با خدا ارتباط برقرار کنیم؟ به وسیله، حالا با ادبیات مدرن میخوام بگم، به وسیله هوشیاری، به وسیله حضور دل، به وسیله حضور قلب. ببینید، ستون تمام ادیان عبادتشونه. عبادت ادیان رو بذاریم کنار هم، همه عبادت‌های ادیان رو بذاریم کنار هم، تو یک چیز مشترکن. مثلا تو نماز، تو اسلام میگن که نمازی قبوله و درسته که چی؟ که یه شرطی داشته باشه. اون شرطش چیه؟ شرطش اینه که حواس جای دیگه نباشه. همین، اون حواس جای دیگه نباشه مغز نمازه. یعنی سکوت، یعنی حضور دل، یعنی ذهنت از ترافیک فکری خالی باشه و فقط حواست چی باشه؟ متمرکز باشه روی همون لحظه. پس همین حضور دل یعنی ارتباط با خدا. پس دعای اصلی اتصال با خداست. دعای اصلی حضور دله. دعا به معنی خواستن نیست، دعا به معنی خواستن خودشه، به معنی ارتباط با خودشه و اتصال با خودشه. اینو گفتم که دیگه این فرهنگ دعا کردن رو در واقع از بین بره، که حالا بعضی هم زنگ میزنن به هم دیگه، میگن ما مثلا مریض داریم، ما نمیدونم یک شخصی داریم نیازمنده، براش دعا کنید. یعنی چی دعا کنی؟ یعنی از خدا بخوای که اون رو شفا بده. خب این با عدل الهی اصلا در تضاده. خدا خودش آگاهه، قبل از اینکه شما چیزی رو بگی میدونه. میگه هم نامه نانوشته خوانی. پس دیگه نیازی نیست شما از خدا درخواستی کنی، چیزی رو بگی، دستوری بدی، فرمانی بدی یا خواهشی کنی. نخیر،
شما به اون وصل شو، وقتی به اون وصل شدی شما در واقع سرور، قدرت و هوشمندی به زندگی شما وارد میشه و زندگی شما تازه خداگونه میشه، تازه در جهت کمال حرکت میکنه، تازه در واقع اتفاقایی میفته که به نفع شماست و شما را در جهت رشد هدایت میکنه. پس این فرهنگ دعا کردن به معنی خواستن و درخواست کردن از خدا رو در واقع میشه گفت کنار بگذاریم و فرهنگ ارتباط با خدا و اتصال با خدا رو جایگزین میکنیم که تو متون اصلی ادیان و عرفان و در واقع بزرگان ما همینو گفتن. تو متون اصلی همینه، هیچ جا نگفته از خدا یه چیزی رو بخوای، فقط گفته خود خدا رو بخوای. اونم فقط کلامی نیست، اینکه مثلا شما بشینی یه جا بگی خدایا من فقط تو رو میخوام، نه، این فقط یک کلامه. در عمل بخوای، در عمل به چه صورته؟ به وسیله ماندن در وضعیت هوشیاری، حضور دل، همین که شما در لحظه هستی، به واقعیت وصلی، همین واقعیت شما رو به حقیقت هدایت میکنه. پس در نتیجه به خدا وصل بشیم تا همه چیز ما در جهت رشد و تکامل حرکت کنه. درود بر شما.